أعزائي المشاهدين، تحية طيبة وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الأدميرال علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. سيد شمخاني، أهلا بكم على شاشة RT. شكرا. في الحقيقة العديد من الملفات التي يمكن طرحها، إيران لها دور فعال في العديد من دول المنطقة، في سوريا انطلاقا العراق واليمن، لكن لنبدأ من سوريا والتطور العسكري واستخدام المقاتلات الروسية لقاعدة همدان في شن حملات ضد ما يسمى المجموعات الإرهابية في سوريا. أيضا أعلن عن انتهاء هذه العمليات، لماذا بدأت ولماذا علقت فجأة؟ رابطية إيران وروسيا در موضوعات مختلف یک رابطه دارای ابعاد راهبردیه. روسیه در دوران پوتین، روسیه نوین، در یک هویت مستقل و ابعاد متفاوتی از روسیه پیش از پوتینه. رهبران دو کشور بر روابط راهبردی در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی همواره تاکید داشتن. آماده شده های فراوانی ما بین مسئولین سطوح مختلف ایران و روسیه در مسکو و تهران صورت گرفته و صورت خواهد گرفت. طبیعتا قسمتی از این روابط مبتنی بر مبارزه با تروریسم. تقابل با تروریسم نیازمند تبادل ظرفیت هاست توی حوزه های مختلف. عملیات اخیر که با همکاری مستشاری ایران و حمایت هوایی روسیه و حضور قدرتمند نیروهای زمینی سوریه صورت گرفته، نیازمند این بود که از بعضی از ظرفیت‌های ایران به شکل مقطعی استفاده دوره‌ای بشه. این کار صورت گرفت و اون مهم و اون ماموریت به پایان رسید. یعنی هل انهت هذه العمليات مهمتها؟ روابط راهبردی خاتمه پیدا نکرد. نه، العمليات هل، اما این عملیات به شکل طبیعی چون نیازمند اقدامات مشخص هوایی بود به پایان رسید. از روز آغاز هم مشخص بود که این اقدامات در طول ایام معدودی صورت خواهد گرفت. هل من الممکن ان نرى مره اخرى استخدام روسیه لقاعده همدان؟ همونطوری که از قبل هم همکاری های نظامی ما بین ایران و روسیه بوده، این تیپ همکاری ها، استمرار این تیپ همکاری ها بسته به نیاز میدانی در سوریه امکان پذیر. خب، نبقى في الملف السوري والتطورات التي شهدتها تركيا في الأونة الأخيرة. وزير الخارجية التركية داود جاويش أوغلو كان في طهران الخميس في زيارة خاطفة وسريعة لم يعلن عنها إلا في اليوم التالي. هذا تزامن أيضا مع تصريحات لوزير أو رئيس الوزراء التركي حول أن سوريا سوف تشهد مفاجآت سارة بين هلالين خلال الستة أشهر المقبلة. ما الهدف من هذه الزيارة الخاطفة التي أجراها وزير الخارجية التركية، وما هي نتائجها وما تأثيرها على الملف السوري؟ ما بعنوان جمهورية إسلامية إيران همواره سیاست اصولیمون مبتنی بر این بوده که حکومت ها بدون دخالت خارجی به استمرار حاکمیت خودشون بپردازن و هر نوع دخالت بیگانه رو برای منطقه خودمون مضر دونستیم، میدانیم. کما اینکه اگر بخوایم کمی به عقب برگردیم و صفحات تاریخ رو در گذشته باز بکنیم، من همیاره به ذهنم اومد که پیام تاریخی امام خمینی به روسیه در حال اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی که مسیر عزت روسها در تبعیت از غرب نیست رو به خاطر داشته باشیم. امروز روسیه مسیر رو داره شروع میکنه که مستقل از سیاست هایی است که
از بعد از زمان گورباچوف یلتسین شروع شد و زیانهاش رو دید. در حادثه اخیر ترکیه ما به دنبال این بودیم که یک دولت قانونی و مردمی که اثبات شد مردمی است حتی بعد از کودتا باید به حیات طبیعی خودش ادامه بده، حتی اگر با هم در بعضی از موضوعات منطقی اختلاف نظر داریم. طبیعتا اون حادثه منجر به این شد که دوستان ترک ما هم به این نکته پی ببرند که بسیاری از کشورهای غربی و عربی مایل نیستند ترکیه روز همسایه دوست سوریه باشد، و در این چارچوب به نظر میاد اون حرف نخست وزیر ترکیه داره عملیاتی میشه که ترکیه ضمن حفظ استقلال خودش و نفی اجنده ها و دستورالعمل های صادر از بیگانگان برای به هم ریزی ثبات منطقه‌ای مسیری رو دنبال بکنن که یک همسایه ثبات خواه برای سوریه باشن. لذا امیدواریم آنچه را که بر لسان و زبان مسئولین ترک این روزها جاری است که شما به بخشش اشاره کردید این فعالیت پیدا بکنه، ما داریم کمک میکنیم به همدیگه که این موضوع فعالیت پیدا بکنه. ما الذي تأملونه من تركيا تحديدا؟ ما امیدوار هستیم که دغدغه های مشترکمون رو در جهان اسلام به عنوان دغدغه هایی که هرگز نباید اجازه بده دیگران قدرت بازیگری پیدا بکنن در برهم زدن اولویت های این دغدغه ها و دغدغه های منطقی که ناشی از بی ثبات سازی دیگران هست رو با هم تحلیل واحد پیدا بکنیم، راه حل های مشابه پیدا بکنیم و کمک به هم دیگه بکنیم که این راه حل ها رو اجرایی بکنیم. طبیعتا در موضوع سوریه قطع هر نوع کمک تسلیحاتی به تروریست ها و تفکیک تروریست ها از گروه هایی که اقدامات نظامی وحشیانه انجام نمیدن، تفکیک اینها و بستن مرزها و کمک به مذاکره سوری سگامی است که میتونیم با هم کمک کنیم. ننتقل إلى الملف العراقي، وإيران أيضا لها دور فعال في العراق. السيد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي كان هنا قبل أيام والتقيتموه في طهران، ومن المعروف أن هناك خلافات داخلية في العراق تحديدا بين السيد الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي بتهم الفساد. إيران كونها يعني مقربة من العديد من التيارات السياسية في العراق، هل سوف تسهم في حل هذه الخلافات؟ نه اینکه آیا مشارکت خواهد کرد، ایران مشارکت کرد. ایران در حقیقت هم تحرکات فتنه انگیزانه نه منتقدانه ای که در بغداد شکل گرفت برای برهم زدن ثبات رو به کنترل در آورد به کمک دولت عراق، و هم اختلاف ما بین برادران اهل سنت رو با این دیدگاه که برادران اهل سنت قسمت لاینفک اداره صحیح دولت عراق به حساب می آیند رو جریان معتدلشون رو به هم نزدیک کرد و اجازه نداد که خود نکرده اختلافات مقطعی یا شخصی سایه بیاندازه بر فروپاشی یک ائتلاف معتدل از اهل سنت، همون که اشاره کردید برادر وزیر دفاع ما در عراق و سلیم جبوری هر دو از کتله اهل سنت هستن و هر رو هم معتدلن. لذا پس ما نقش خودمون رو توی موضوع منظور حفظ ثبات در عراق برای پیشروی پروسه سیاسی و پیشروی پروسه رفاه در عراق عمل کردیم، کما اینکه پیش از این همه شاهد و ناظرند. امروز یکی از دلایل کاهش جذابیت داعش در جذب نیروهای جدید ناشی از شکست‌های فیزیکی در عراق و سوریه که این حاصل نشده و نمیشه بدون اینکه هزینه‌ای که جمهوری اسلامی داره میده، هزینه‌های تشییع جنازه‌ای که شما در ایران می‌بینید، کار مستشاری که مبتنی بر یک تجربه 37 ساله مبارزه با تروریسم هم چه داخلی و چه خارجی داشتیم،
این در با طبقه اخلاص در اختیار نیروهای عراقی قرار داده شده. لذا جمهوری اسلامی ایران هم در ابعاد مستشاری در مبارزه با تروریسم حافظ و نگهدارنده اربیل بوده، همونطور که حافظ و نگهدارنده بغداد بوده، و هم در حوزه سیاسی همواره تلاهم و دوستی و قرابت زیر لوای یک عراق متحد و یک پارچه رو از برادران کرد و سنی و شیعه در کنار هم گذاریشون رو دنبال کرد. لكن هذا الدور الذي تحدثهم عنه في العراق أدى إلى حدوث مظاهرات في العراق خلال الصيف، وهذه المظاهرات كانت تندد بما سمته التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العراقية. هل تأخذون مطالب هؤلاء بعين الاعتبار في سياستكم داخل العراق؟ البته این در حقیقت شکل کاریکاتوری این اعتراض بود، یعنی بعضی از سعی کردن بعضی از سفارت های فتنه انگیز در عراق و بعضی از کشورهای متاسفانه بدخواه ملت عراق سعی کردن این رو تبدیل به اعتراض به ایرانی ها بکنن، چون چیزی نیست و چون چیزی نبوده. این شعار ولو از بلندگوی معترضین هم به صدا در آمد، اما اینا 2-3-4 نفر بود که مندس بودند، مندسین و دنبال فتنه دیگری بودند. اما همونطور که بعدش دیدید به راحتی این فتنه خاموش شد و اثری از تداومش نه تنها وجود نداره، امروز حضور ایران در عراق در ابعاد مختلفش به دلیل درخواست رسمی و علنی و تبلیغاتی اعلام شده همه مسئولین عراقی شیعه و سنی و کرد. بما انكم اشرتم الى الدور الاستشاري العسكري الذي تبديه طهران في العراق، هل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري سيكون على راس المعارك في عمليه تحرير الموصل؟ مردم العراق فرماندهان مبرزی دارند، تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فرماندهان عراقی ساخت در جبهه ایران، پاکسازی فلوجه که در مقایسه با پاکسازی رمادی به عنوان یک پاکسازی نه مبتنی بر آتش و انهدام، یک پاکسازی تمیز و نظیف با تفکیک تروریسم از مردم با حفظ زیرساخت صورت گرفت، برخلاف رمادی که اگر به نمایش بذارید فرماندهان مجربی ساخته که خود قادر معرکه ها رو دنبال کنه. طبیعتا جمهوری اسلامی ایران در حوزه مستشاری کمک های خودشون رو مبتنی بر درخواست نظامیان و سیاسیان عراق انجام خواهد داد. یک تکلیفی، چون تروریست حد مرز نمیشناسه. علت همکاری ایران و روسیه هم ناشی از اینه. مگه تروریسمی که توی مدرسه وهابیت شکل میگیره با پول اونجا پرورش پیدا میکنه حد عملش رو توی مرزهای عراق نگه میداره، در مرزهای سوریه نگه میداره، یا نه توی نیس فرانسه هم انفجار ایجاد میکنه، توی بلژیک هم انفجار ایجاد میکنه، توی آلمان هم انفجار ایجاد میکنه. خب ما که نمیتونیم نسبت به این موضوعات و حوادث بی تفاوت باشیم. به طور قطع قبل از اینکه حادثه ای سراغ کشور ما بیاد، ما باید به شکل پیش دستانه نسبت به اثرات منفی هر نطفه ای اقدام لازم رو به عمل بیاریم. ننتقل إلى ملف اليمن. الأزمة اليمنية مستمرة والعمليات العسكرية التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية مستمرة في اليمن. أنتم أرسلتم مستشارين عسكريين إلى العراق وسوريا، هل لديكم مستشارين عسكريين في اليمن؟ دعاية تبلغاتية فراواني راجبين صورت قلت شما اگر به عناوین خبری در طول 18 ماه گذشته مراجعه کنید که توسط نوع رسانه‌های سعودی پخش میشه، مرتب گفته میشه که مستشاران ایرانی دستگیر کردیم، ولی یک نفر رو نتونستن نشان بدن. این بهترین سند بر اینه که چنین چیزی وجود خارجی ندارد. اما ما از هر مظلومی دفاع میکنیم، ما از مردم مظلوم بحرین دفاع میکنیم، ما از مردم مظلوم سوریه دفاع میکنیم، ما از مردم مظلوم عراق کرد و سنی و شیعه دفاع میکنیم، ما از مردم یمن هم دفاع میکنیم. مردم یمن مردم بسیار فقیری هستند. قبل از 18 ماه عملیات پیاپی با مدرن ترین تسلیحاتی که متاسفانه متحدین غربی محکوم کننده حمله
عربستان به یمن در اختیار سعودی قرار میدن، 6 میلیون عنصر یمنی زیر خط فقر داشت، امروز 23 میلیون عنصر یمنی زیر خط فقر داشت. چرا؟ این ناامنی برای چه؟ آیا نمیتونه سراغ کار دیگه ای وجود نداشت که رو حل بکنه؟ دیدید که دو روز گذشته تظاهرات بسیار گسترده ای، تظاهرات بی‌نظیر بسیار گسترده ای، بی‌نظیر نه در یمن که در کل منطقه، در حمایت از اقدام سیاسی که گروه انقلابی یمن، ترکیبی از انصار الله و دیگران شکل گرفت، در حمایت از راه اندازی مجلس، در حمایت از کمیته سیاسی اداره یمن شکل گرفت. اینا نمودهای بسیار روشن و واضحی هستند که امیدوار هستیم همه کشورها این وضع یک طرفه بمباران، انهدام زیرساخت و انعدام نسلی مردم یمن که راستی یک دولت عربی داره صورت میگیره و یک دولت متأسفانه یک دولت اسلامی صورت میگیره رو قطع بکنن. حتما روسیه هم میتونه تو این کار کارکرد قوی داشته باشه، بلخص با رأی بی طرفی که به قطعنامه شورای امنیت فکر کنم 22/4 داد. این رو باید در حمایت از مردم متظاهر اخیر صنعا به یک شکلی جبران بکنه و بیشتر از گذشته نقش مدافع خودش رو در دفاع از مردم یمن به منصه ظهور بذاره، وگرنه همونطور که امروز عدن قسمتش در اختیار تروریسم القاعده است، این که از این بمباران سود میبره فقر مردم و متاسفانه رشد تروریسم خواهد. هناك حكومة يمنية من المقرر أن تتشكل قريبا في صنعاء، كيف تتعاملون مع هذه الحكومة في ظل استمرار العمليات العسكرية؟ العمليات العسكرية عمليات شكاسة سورية. إن همه حضور مردم بدون پدافند هوایی و با قساوت تاریخی که متاسفانه ائتلاف به رهبری بعضی از کشورهای مسلمان علیه مردم یمن شکل گرفته، بی مقدار سازی اقدام و توان نظامی طرف مقابله. لذا هر حکومتی که در اونجا شکل بگیره به طور قطع ما کمک خواهیم کرد که این حکومت بتواند مشکلات مردم رو رفع بکنه، ارتباط منطقیش رو برقرار کنه و مشروعیت جهانی خودش رو پیدا بکنه. حتی اذا ادت الى مزید من التوتر مع التحالف العربي بقيادة السعودية. تحالف عربي که وجود خارجی نداره، در حقیقت این عربستان سعودی است که به تنهایی به نام تحالف عربی عمل میکنه. حتی متحدترین و نزدیکترین کشور مقرب به او از ادامه اقدام نظامی خودش رو مستعفی کرد، اعلام کردن، دیدید امارات که اعلام کرد من دیگه نیستم در تحالف. سؤالي هو هل أنتم ستتعاملون مع الحكومة اليمنية الجديدة في حال تشكلها حتى إذا أدى ذلك إلى المزيد من التوتر مع السعودية؟ الدولة السعودية كهر كاري كميتونس عليه جمهورية إسلامية إيران أنجام بده أنجام داد. نگاه کنید متأسفانه ظرفیت های کشورهای اسلامی که باید همه متمرکز بشه روی معضل هستی جهان اسلام، بخشیش رو تکفیری ها آمدن به یک شکلی مرزهای درون جهان اسلام رو خونی کردن و انرژی ها رو صرف برخورد با همدیگه کردن، بخشی دیگهش رو بعضی از کشورها که متاسفانه اتفاقا همزمان مدافع تکفیری هم هستن یا مولد و کارخانه تولیدی تکفیری توی دنیا هستن، اینها آمدن بعضی از ظرفیت هایی که میتونست در کنار هم قرار بگیره و منجر به پهنسازی و بست رفاه تو منطقه بشه صرف کارهای به یک شکلی کاهش قدرت همدیگر شد. متاسفانه لیست متنوعی وجود داره از اقدامات دولت سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران در عراق، در سوریه، تحریک سفارتخانه‌شون توی دنیا، مقابله با برجام، ناامنسازی مناطق جنوب شرق، جنوب غرب، شمال غرب ایران، پیوند با بعضی از عناصر ضد انقلاب، عدم توجه به امنیت و عزت حجاج در طول ایام حج، عدم عذرخواهی پیرامون حادثه بزرگی که به اسم منا رخ داد،
اینا فهرست قسمتی از فهرستی است که من همیشه رو میتونم ازش یاد بکنم، اما تا به حال خویشتنداری کردیم به این دلیل که ما راهبردمون این نبوده که گرفتار دام و تله‌ای بشیم که حریف سومی ترسیم کرده به خاطر اینکه از این کنفلیکت‌ها و سکاک‌ها در نهایت نفس امنیتی خودش رو پرامتر بکنه. هل هذا يعني ان طريق الحوار مع السعوديه قد اغلق؟ چرا ما هیچ وقت هیچ کس غیر از اسرائیل راه مذاکره رو نبستیم، حتی با آمریکا توی برجام مذاکره کردیم، بعد عهدی کردند و به تعهداتی که داشتن عمل نکردن، همونطور که از قبل پیش بینی میشد، ولی مذاکره کردیم. با سعودی ها هم خیلی آمدن وساطت کردن که مذاکره صورت بگیره، یا رأساً آمدن مذاکره رو شکل بدن، یا احساس کردن که می توانند به دلیل قرابتی که به سعودی ها دارند اگر از طرف ایرانی کسب اطمینان پیدا بکنند مذاکراتی رو راه اندازی بکنند. کشورهای منطقه اسلامی، غیر اسلامی، کشورهای دوردست، ولی سعودی ها معمولا به این نوع تحرکات که به شکل غیر مستقیم توسط خودشون تحریک شده ولی به شکل مستقیم نفع کردن. الان لا يوجد اي قناه حوار بينكم وبين السعوديه، اي وساطه ثالثه، طرف ثالث؟ ما همین حالا غیر از متاسفانه اعلام سخت و تقابل رسانی و اتهامزنی واهی و رفتار غیر خردمندانه طرف مقابل چیزی مقابل خودمون نداریم. بما انكم اشرتم الى الملف النووي، انتم قلت ان طهران لن تتحمل المزيد من نقد الامريكي للاتفاق النووي، وانتم تتهمون امريكا بانها نقضت الاتفاق. هل يمكن الحديث الان ان الاتفاق النووي مهدد بالفشل بين ايران والدول الخمسه زائد واحد؟ این رو ما فقط ما نمیگیم، اینا غربی ها میگن، میگن اگر آمریکا، یعنی بعضی از اعضای پنج علاوه یک میگن اگر آمریکا یا بخوان به این بیعهدی های خودشون ادامه بدن در حقیقت پایه های برجام رو تضعیف کردن. این بوده آمریکایی هاست. به فهرستی از اقدامات خلاف روح برجام از بعد و از اقدامات بدعهدانه آمریکا ما در ذهن داریم. نگاه کنید اینکه یک هر کسی به ایران بیاد وقتی ما وارد آمریکا بشه ویزا باید بگیره، این خلاف روح برجام، خلاف بند 19 برجام. اینکه مرتب توی کنگره آمریکا و سنای آمریکا و مجلس قانون‌گذاری آمریکا طرح میبرن علیه تحریم مجدد ایران، این خلاف اینه. اینکه دولت آمریکا پیامی میده در علن، در پنهان بانک های آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا پیام متناقض میده، به یک شکلی ناهمسازی روابط کارگزاری بانک ایران رو دچار اختلال میکنند و ناامن میکنند. اینا همه مطالبیه که باید آمریکا رو متوجه این امر بکنه که بیش از گذشته نسبت به رفتارش صادقانه عمل کنه، چرا که دولت اوباما زمان زیادی در انتظارش باقی نمونده و بیش از آن که این دولت خاتمه پیدا بکنه باید بستر استمرار این کار رو توی دولت بعدی فراهم کنه. هرچند که متاسفانه امروز کسانی که در رقابت انتخاباتی توی آمریکا به سر میرن بعضیشون اصولا به شکل متناقضگونه کاملا روشن و واضحی نسبت به برجام دم از شعار انتخاباتی میزنن. ما هي الخيارات الايرانيه في حال استمرت امريكا في نقضها للاتفاق النووي؟ ماذا يمكن لإيران أن تفعل؟ السيد الغائب بالخطاب الأخير أشر على الموضوع بأن إذا الأمريكان يسردون التوافق الإيراني يمزقون الاتفاق، نحرق الاتفاق النووي، وإحنا عندنا طريق بأن ننجح في الطريق، لكن هذا له تبعاته. احنا حكومه لا تخاف من التبعات. اذا قررنا ناخذ خط
لاستغلال إيران أو لاتباع إيران لمنويات الأمريكان، حتما ناخذ الخط الذي يمر على طريق استغلال إيران بأي قيمة ممكن. شكرا لأنكم أجبتم على السؤال الأخير باللغة العربية. في نهاية اللقاء أشكر السيد علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على هذا الوقت الذي أتحته لنا وعلى هذه الإيضاحات الجلية، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. وهذا عمر هواش من طهران يحييكم، والسلام عليكم.